سرخط خبرها امریکا از فشار آوردن بر طالبان دست نمی گشیم جنگ طالبان در هرات یک بزرگ قومی را به گلو لبستن یک پسر جوان در ننگرهار به دلیل مشکلات خانوادگی خودکشی کرد طالبان گزارش یونما در مورد وزارت امر بن معروف را بیجا خواندن وزیر جدید مادن طالبان با مدیریت بهتر مادن فشار مالیاتی بالای مردم را کاهش می دهیم و امریکا ارائه کمک های مالی به طالبان را نادرست خواند سلام دوستان به مجموع مهمی این کانال خوش آمدید جنگجویان طالبان در هرات یک بزرگ قومی را به گلوله بستند منابع محلی در هرات می گویند که جنگجویان طالبان در ایست بازرسیشان یک بزرگ قومی را به گلو لبستند. منابع می گویند که این رویداد صبح روز سه شنبه نزده سرطان در ساحه میدان هوایی بینبلی این خوج عبدالله انصاری در هرات به وقوع پیوسته است. نام این بزرگ قومی محمد نادر نوروزی بود و در ولایت نیمروز صرافی داشت. در همین حال منابع نزدیک به طالبان ادعا می کنند این بزرگ قومی هنگام که به ایست بازرسی طالبان توقف نکرده هدف شلیک جنگجویان این گروه قرار گرفته و کشته شده است طالبان در هرات به گونه رسمی در این مورد چیز نگفتند یک پسر جوان در ننگرهار به دلیل مشکلات خانوادگی خودکشی کرد منابع محلی در ننگرهار میگویند که یک جوان در این ولایت به دلیل مشکلات خانوادگی خودکشی کرده است منابع میگویند که این جوان ذکرالله نام داشت و روز دوشنبه هشته سرطان در ولسوالی کامی ننگرهار خودکشی کرده است ذکرلا 18 سال سن داشت منابع می افضایند که ذکرلا که یک هفته پیش نامزد شده بود اما چون نامزدش او را دوست نداشت با خانوادهش دچار مشکلات شده بود و پس از آن دست به این عمل زده است منابع تصریح کردن که این فرد باشنده اصلی ولسوالی در این نور ننگرهار بود که اکنون با فامیلش در کامه زندگی می کرد. تایی روزهای پسین رویدادهای خودکشی در نقاط مختلف کشور افزایش بی پیشی نیداشته است. امریکا از فشار آوردن بر طالبان دست نمی کشیم. وزیر خارجه امریکا روز سه شنبه در نشست در واشنگتن رفتار طالبان با زنان و دختران افغان را بیرحمانه خوان آنتونی گفت به فشار جهانی بر طالبان ادامه می دهیم تا این سیاست های سرکوبگرانانه که به هم افغان ها آسیب می زند پایان یابد وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه سرطان در نشست با محوریت زنان صلح و امنیت ناتو در واشنگتن گفت ما گروه های جامعه مدنی و سازندگان صلح را آموزش می دهیم و توانمند می سازیم تا بتوانند نقش پیشرو در ایجاد صلح ایجاد جوامع آزاد و مذاکره برای پایان دادن به درگیریها ایفا کنند با ویژه در کشورهای مثل افغانستان که صاحبان قدرت رحمان حقوق زنان و دختران افغان را سرکوب می کنند وزیر خارجه امریکا با اشاره به ممنونیت آموزش و کار زنان افغان گفت زنان و دختران به مبارزه برای بدست آوردن حق خود برای ساختن آینده روشن برای خود و کشورشان ادامه می دهن. برغم فشارهای بینالمللی طالبان از تجدید نظر در سیاستهای خود که به گفته کارشناسان حقوق بشر مصادق آپارتاید جنسیتی از خود دوری کرده است طالبان گزارش یونما در مورد وزارت امر بن معروف را به خواندن خواندند مجاهد سخنگوی طالبان گزارش اخیر دفتر هیئت مامونیت سازمان ملل در افغانستان یعنی یونما در مورد وزارت امر بن معروف از منکر این گروه را به جا خوانده است مجاهد روز سه شنبه نزده سرطان با نش پیام در برگ اکس نوشته است که انتقادات یونما بر روش وزارت امر بن معروف از منکر و شکایات طالبان بی است. نیست او دستوراتی که توسط وزارت امر بن معروف از منکر طالبان عملی می شود را احکام معلوم و معروف اسلامی انوان کرده است و ای تصریح کرده است که گزارشگران این ما تلاش دارند افغانستان را از دید غرب بررسی کنند مجاهد اضافه کرده است افغانستان باید من حیث یک مجتمع اسلامی زیر بررسی قرار بگیرد و خواسته های این ملت که اکثریت مطلق آن مسلمانان هستند و به خاطر اقامه نظام اسلامی قربانی های بزرگ دادن مد نظر گرفته شود سخنگوی طالبان مدعی شده که با روی کار آمدن این گروه همه حقوق شرعی شهروندان افغانستان تامین است و با همه مردان و زنان برخورد شرعی صورت می گیرد. وزیر جدید معادن طالبان با مدیریت بهتر معادن فشار مالیاتی بالای مردم را کاهش می دهیم. هدایت طلاب بدری وزیر جدید معادن طالبان در مراسم معرفی خود اعلام کرد که با مدیریت بهتر معادن فقر کاهش یافته و فشار مالیاتی بر مردم نیز کاهش خواهد یافت. آقای بدری سیشم به نزده سرطان در مراسم معرفی خود به عنوان وزیر جدید مادن ارزش مادن افغانستان را سه تریلیون دلار خواند و تاکید کرد که ما روی یک گنج بزرگ نشستیم اما مردم ما در فقر زندگی می کند او اظهار داشت که افغانستان از نظر منابع مدنی بسیار غنی است که با مدیریت درست مادن فشار مالیاتی از دوش مردم کاهش خواهد یافت هدایت طلاب ادعا کرد که از قاچاق غیر قانونی مادن به خارج از کشور جلوگیری شده و مادن در داخل افغانستان پروسس خواهند شد و از صادرات مواد خام جلوگیری به عمل خواهد آمد اخیرا برخ مقام های طالبان از جمله وزیر مادن این گروه از سوی الله زاده از سمت هایشان کنار زده شده و در ادارات دیگر تبدیل شدن هدایت طلاب بدری که پیش از این رئیس بانک مرکزی طالبان بود به عنوان وزیر معدن و شهابالدین نلاور وزیر پیشین مادن که به فساد در قراردادهای مادن نیز متهم بود به عیس رئیس جمعیت لال احمر تعیین شده است امریکا ارائه کمک مالی به طالبان را نادرست خواند. متو سخنگوی وزارت خارجه امریکا کمک های مالی از سوی واشنگتن به طالبان را نادرست عنوان کرده است میلا روز سه شنبه نزده سرطان در یک نشست خبری خاطر نشان کرده که واشنگتن هیچ گونه کمک مالی به طالبان ارائه نمی کند او این موضوع را در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر کمک های مالی امریکا به گروه طالبان مطرح کرده و افزوده است ما هیچ ای به طالبان ارائه نمی دهیم این کاملا نادرست است این در حال است که اداره بازرسی ویجی امریکا یعنی سیگار حدود دو ماه گفته بود که طالبان از کمک های این کشور و شرک های آن در افغانستان نفع برند. در همین حال شمار از نهادهای حقوق بشر و زنان معترض مدعی هستند که امریکا هفته 40 میلیون دلار بر طالبان مفرستد گفتنی است که چیز کم یک ماه پیش کمیته خارجی مجلس نمایندگان امریکا از تصویب لایقت ارسال کمک مالی به طالبان خبر داده بود سپاس که تا اینم با ما بودید تا دیگر بدرود